متی فصل دوازدهم. در آن زمان عیسی در یک روز سبت از میان مزاری گندم می گذشت و چون شاگردانش گرسنه بودند شروع به چیدن خوشه های گندم و خوردن آنها کردند. پیروان فرقه فریسی این را دیده به او گفتند: ببین شاگردان تو کار می کنند که در روز سبت جایز نیست. او در جواب فرمود: آیا شما آنچرا که داوود وقتی خودش و یارانش گرسنه بودند انجام داد نخوانده اید؟ چگونه او به خانه خدا داخل شد و نان تقدیس شده را خورد؟ حالان که خوردن آن نان هم برای او و هم برای یارانش ممنوع بود و فقط کاهنان اجازه خوردن آن را داشتند. آیا در تورات نخوانده اید که کاهنان با این که در روز سبت در خانه خدا قانون روز سبت را می شکنند بیگناه هستند؟ بدانید که شخص بزرگتر از خانه خدا در اینجاست. اگر شما معنی این جمله را می دانستید که می گوید رحمت می خواهم نه قربانی، مردم بیگناه را ملامت نمی کردید، زیرا پسر انسان صاحب اختیار روز سبت است. پس از آن عیسی به شهر دیگری رفت و به کنیسه آنان داخل شد. مردی در آنجا بود که یک دستش خشک شده بود. عده‌ای از حاضرین از عیسی سوال کردند: آیا شفا دادن در روز سبت جایز است؟ البته مقصد آنها این بود که تهمت بر ضد او پیدا کنند. اما عیسی به ایشان فرمود: فرض کنید که یکی از شما گوسفندی دارد که در روز سبت به چاه می افتد. آیا آن گوسفند را نمی گیرد و از چاه بیرون نمی آورد؟ مگر انسان از گوسفند به مراتب عزیزتر نیست؟ بنابراین انجام کارهای نیکو در روز سبت جایز است. سپس عیسی به آن مرد رو کرده فرمود: دستت را دراز کن. او دست خود را دراز کرد و مانند دست دیگرش سالم شد. آنگاه پیروان فرقه فریسی از کنیسه بیرون رفتند و برای کشتن عیسی دسیسه چیدند. اما وقتی عیسی از ماجرا با خبر شد آنجا را ترک کرد، ولی جمعیت زیادی به دنبال او رفتند و او همه بیماران را شفا بخشید و به آنها امر کرد که در باره او با کسی صحبت نکنند تا به این وسیله پیشگویی اشیای پیغمبر تمام شود که می فرماید: این از بنده من که او را برگزیدم، او محبوب و مایه خوشی من است، او را از روح خود پر خواهم ساخت و او ملت‌ها را از کیفر خدا آگاه خواهد نمود. او با کسی ستیزه نمی کند و فریاد نمی زند و کسی صدای او را در کوچه ها نخواهد شنید. نی خمیده را نخواهد شکست و فتیله نیم سوخته را خاموش نخواهد کرد و خواهد کوشید تا عدالت پیروز شود. او مایه امید تمام ملت ها خواهد بود. در این وقت مردم شخصی را پیش او آوردند که دیوانه و کور و گنگ بود و عیسی او را شفا داد، به طوری که او توانست هم حرف بزند و هم ببیند. مردم همه تعجب کرده می گفتند: آیا این فرزند داوود نیست؟ اما وقتی پیروان فرقه فریسی این را شنیدند گفتند: این مرد با کمک بلزبول رئیس شیاطین ارواح ناپاک را بیرون می کند. عیسی که از افکار ایشان آگاه بود به آنان گفت: هر کشوری که به دسته های مخالف تقسیم شود رو به خرابی خواهد گذاشت و هر شهر یا خانه ای که به دسته های مخالف تقسیم گردد دوام نخواهد آورد. و اگر شیطان را بیرون کند و انشعاب کند، حکومت او چگونه پایدار بماند؟ و اگر من به کمک شیطان ارواح ناپاک را بیرون می کنم، فرزندان شما با کمک کی آنها را بیرون می کنند؟
آنها درباره حرفهای شما قضاوت خواهند کرد. اما اگر من به وسیله روح خدا ارواح ناپاک را بیرون می کنم، این نشان می دهد که پادشاهی خدا به شما نزدیک شده است. یا چگونه کسی می تواند به خانه مرد زورمند داخل شود و اموال او را تاراج کند جز آن که اول دست و پای آن مرد را ببندد و آن وقت خانه او را غارت کند؟ هر که با من نیست برخلاف من است و هر که با من جمع نمی کند پراگنده می سازد. پس بدانید که هر نوع گناه یا کفری که انسان مرتکب شده باشد قابل آمرزش است، به جز کفری که به مقابل روح القدس بگوید، این کفر آمرزیده نخواهد شد. هر کس به مقابل پسر انسان سخنی بگوید آمرزیده خواهد شد، اما برای کسی که به مقابل روح القدس سخن بگوید هیچ آمرزشی نیست، نه در این دنیا و نه در دنیای آینده. اگر میوه خوب میخواهید، درخت شما باید خوب باشد، زیرا درخت بد میوه بد به بار خواهد آورد، چون که درخت را از میوهش میشناسند. ای مارها، شما که آدمهای شریری هستید چگونه میتوانید سخنان خوب بگویید؟ زیرا زبان از آنچه دل را پرساخته است سخن میگوید. مرد نیکو از خزانه نیکوی درون خیش نیکی و مرد بد از خزانه بد درون خود بدی به بار می آورد. بدانید که در روز داوری همه مردم باید جواب هر سخن بیهودهی که گفتند بدهند، زیرا مطابق سخن خود یا براءت خواهی یافت و یا ملامت خواهی شد. در این وقت عده‌ای از ملایان یهود و پیروان فرقه فریسی به عیسی گفتند: ای استاد، می خواهیم معجزه به ما نشان بدهی. او جواب داد: طایفه شریر و بیوفا معجزه می خواهند، و تنها معجزه ای که به آنها داده خواهد شد معجزه یونس پیغمبر است. همانطور که یونس 3 روز و 3 شب در شکم یک ماهی کلان ماند، پسر انسان نیز 3 شبانه روز در دل زمین خواهد ماند. در روز داوری مردم نینوا برمی خیزند و مردم این زمانه را ملامت می کنند، زیرا مردم نینوا وقتی موعظه یونس را شنیدند توبه کردند، حالان که شخصی که در اینجاست از یونس بزرگتر است. ملکه جنوب نیز در روز داوری برخواسته مردم این زمانه را ملامت خواهد ساخت، زیرا او از دورترین نقطه دنیا آمد تا حکمت سلیمان را بشنود، و حال آنکه شخصی که در اینجاست از سلیمان بزرگتر است. وقت روح ناپاک از شخص بیرون می آید، برای پیدا کردن جای راحت در بیابانهای خشک و بی‌آب سرگردان می شود، و چون نمی یابد با خود می گوید: به خانه‌ای که آن را ترک کردم بر می گردم. پس بر می گردد و آن خانه را خالی و جارو شده و منظم و مرتب می بیند. آنگاه می رود و 7 روح شریرتر از خود را جمع می کند و می آورد، و آنها همه آمده در آنجا ساکن می شوند، و عاقبت آن شخص از اولش بدتر می شود. وضع مردم شریر این زمانه هم همین طور خواهد بود. عیسی هنوز مشغول صحبت بود که مادر و برادرانش آمدند و در بیرون استاده می خواستند با او گفتگو کنند. پس شخصی به او گفت: مادر و برادرانت بیرون استاده و می خواهند با تو صحبت کنند. عیسی گفت: مادر من کیست؟ برادرانم کی هستند؟ و به شاگردان خود اشاره کرده فرمود: اینها مادر و برادران من هستند. هر که اراده پدر آسمانی مرا انجام دهد، برادر من، خواهر من و